وقتی دستگیر شد 18-19 سالش بیشتر نبود. یه میلیشیای پرشوری که مثل همه کبوتران خونین بال میلیشیا دلزده از شب و دلدسته آفتاب. یاد گرفته بود که زندان پایان راه نیست. یاد گرفته بود که مرام و مسلک مجاهد خلق ایستادگی و تسلیم ناپذیریه. و همین خاطرم وقتی با دیوارهای قطور و شکنجه های وحشیانه دشخیمان مواجه شد، بزرگترین تصمیم زندگیشو گرفت و یک تنه با دست خالی صدای آرمانش شد. دارم از مجاهد شهید داریوش سلحشور حرف میزنم. همون میلیشیای سلحشوری که با جسارتی مثال زدنی در برابر جلادان خمینی ایستاد و حماسه خلق. جلادان رژیم آخوندی قصد داشتن تا با صحنه سازی از بیدادگاه نمایشی خودشون بهره تبلیغاتی ببرن و داریوش سلحشور رو به عنوان یک نادر جلوی دوربین ها بیارن. اما داریوش که دست دشکیمان رو خونده بود با هوشیاری انقلابی خودش فرصت رو غنیمت شمرد و بیدادگاه رو به دادگاه تبدیل کرد. صحنه چرخید و همه چیز عوض شد. حالا تاریخ از چشم دوربین خبرنگارها شاهد محاکمه آخوندها بود. نه گیلانی، نه لاجوردی و نه هیچ کدوم از فران جنایتکار رژیم آخوندی اینجای داستان رو نخونده بودن و هنوز نفهمیده بودن که مجاهد خلق و نسل مسعود کیه و رسالتش چیه. من ادعا دارم که روز حسینم حسین کربلا خانگی بودن نه من رو دیگونه بودن همین رو خواهر بودن از موقعی که تو مهراب کردیم باشی چه باشی چه باشی من رو میخوام دارم من رو دارم من رو مهار حسین چه باشی این هم بشه بودم شهادت رو بباست من دادرسی متهمان حاضر در جلسه یعنی آقای داریوش سلحشور اعدام می کند تکبیر. بعد از پایان بیدادگاه و برچیده شدن دوربین های خبرنگاران، اون چه که در انتظار داریوش بود داغ و درفش و شکنجه بود و دیگر هیچ. اما اون چه که خود داریوش در انتظارش بود فردایی بود که یقین داشت دیر یا زود از راه می رسد. داریوش سلحشور در 8 آذر ماه سال 1360 بعد از شکنجه های بسیار در برابر جوخه های جلادان خمینی قرار گرفت و سرفرازانه در راه آرمانش به شهادت رسید. داریوش سلحشور با دفاع قهرمانانه از آرمان های آزادی خواهانه مردمش مهدی رضایی دوم لقب گرفت و گل سرخ دیگه ای از گلستان مقاومت ایران شد. یادش گرامی و راه سرخش ادامه دار. Thank you.
پس از من خونین جامه های پریشان مردر در بارش پدر آنان که جانتان را از نور و شور و بویش و رویش سرشتن زیرا که سرگذشت شما را به کودک بر برگ گل به خون شقایق نوشتن ای برهای توفان پروازتان بلند تا توی خواب مردان آوازتان بلند ای برهای توفان پروازتان بلند تا توی خواب مردان میخواهم از نسیم بپرسم بی جزر و مد قلب شما دریا چگونه میتود امروز سربی را در خون خیشتن این گونه عاشقانه پذیرفتی این گونه مهربان دیدارتان ترنم بودن به درودتان شکوه سرودن دیدارتان ترنم بودن به درودتان شکوه سرودن